سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه نب اعدام. من آرزو هستم و با یک نب اعدام دیگر با ما باشید. در این بخش از برنامه قسمت سوم مستندی که در رابطه با زندانیان زن که محکوم به اعدام شده بودند را آماده پخش کردم. شوهر من 10 سال از من بزرگتر بود. اون موقع هم سرباز بود. که آشنا شدیم با هم دیگه توی همون همسایگی اومدن برای خواستگاری من. پدر من قبول نمیکرد، منتها من از روی خواستن نبود. حتی ازدواج شوهر من با من دوست نداشت. شوهر من از روی ترحم با من ازدواج کرد، فقط به خاطر اینکه خودش هم یه همچین زندگی که من داشتم و داشت. منم فقط به خاطر اینکه رها بشم فقط از اون خونه، بیام بیرون دیگه، چون دیگه نمیتونستم تحمل کنم. چقدر میتونستم پنهون بکنم؟ چقدر میتونستم تو خودم بریزم؟ 14 سالم بود ازدواج کردم. قرار کردم رفتم خونه مادرم. پدرم گفتم متاسفانه پدر طرفدار همسر، مادر برادر، من دیدم طرف داشت. همه چیمو بخشیدم، التماس کردم، رو پاش افتادم، من به درد تو نمیخورم، من تو رو دوست ندارم، طلاق منو بده. گفت من یادم کسی که دوست داره عاشقش طلاق میده. تو دادگاه من به قاضی گفتم، گفتم آقای قاضی من هیچکیو نداشتم، پدر مادر برادر همه طرفدار همسر. چرا؟ چون نمازخون بود، با ایمان بود، خوب بود، دیگه نمیتونستم. آقا جون اصلش بود که من دوستش نداشتم. یعنی دوست داشتن به نظر من مهمترین چیز تو زندگیه. اگه دوستش داشتم شاید شادور مقنعین روبندم میزدم. دوستش نداشتم. یعنی عوض که منو جذب خودش کنه، من از خودش دور میشم. با بدبینی، بددلی، شکاکیاش. ناخوناتو بلند نکن، دستات قشنگ توپل تحریک کننده است. بودی سلوار تنم میکردم، رونا تحریک کننده است، لپا تحریک کننده است، دیدم چشمات اینجوریه، اصلا حالت نرمالی نداشت. از علاقه شاید دوست داشتن یک طرفه که من داشت، من از خودش متنفر کردم. آخر تصمیم گرفتم خودم رو از من ببرم. اون پسر که همکارم بود گفت نه تو چرا خودت از من ببری، بیا نه پسر را بیا برش داریم. به دنبال زنی بودم که از زندان آزاد شده باشد. بالاخره مریم رو پیدا کردیم. زندگی سخت و پر ماجرایی را پشت سر گذاشته بود. سلامتش در خطر بود. نه کار داشت، نه جایی برای زندگی کردن. 2 سال از آزادیش می‌گذشت. من 16 سال زندان بودم. بعد که آزاد شدم رفتیم اول مدرسه دخترم همسن حبس منه دیگه، یه چند ماه بزرگتر از حبس من، 16-17 ساله شد. خیابونا خیلی عوض شده، چون من توی مدت مرخصی نیومده بودم. فقط زمانی بود که میرفتیم دادگاه. ماشینای زندان هم که همش پوشیده است، مثل ماشین گوشت مونه که همه جاش بسته است، گوشتدار میکنن توش دارم میرم. شهر عوض شده بود، فکر میکردم یه شهر دیگه هست. میتونستم یه زمانی توی اون خیابون بودم، ولی نمیدونستم اون خیابون کدوم خیابونه. ساختمون عوض شده بود، بولواراش عوض شده بود، ولی میتونستم یه حسی داشتم که اینجا قبلا من بودم. توی اون خیابون رد شدم، راه رفتم، ولی نمیدونستم کجاست. من الان 30 سالمه، 12 سالم که بود ازدواج کردم. من 12 سالم که بود خونه یکی از داییام بودم. بعد یه شب دیدم بابام اومد اونجا. بعد گفتش که به داییم گفتش که ساکشو جمع کنین اومدم ببرمش. بعد داییم برای چی میخوان ببرینش؟ گفتش که شوهرش بدن، میخوان شوهرش بدن بعد ازدواج کنم. بعد داییم یه خورده با بابام صحبت کرد و اینا، ولی دیگه بعد میرفتم دیگه، ساکم رو جمع کردم و رفتم. من اصلا هیچی نمیفهمیدم،
گرفتن یعنی هیچی رو نفهمیدم. یعنی کتکم که میزد حاضر بودم همونجا بمیره. زمانی که اونجوری میدیدم با کنار. یعنی من بچه بودم، من 14 سالم بود. یه اصلا انگار یه ناراحتی گرفته بودم. این کمربنده اینو برمیداشتم موقعی که خونه نبود. همه رو میشنستم با قیچی تیکه تیکه میکردم میریختم سطل آشغال. یعنی میگفتم این کمربند نداشته باشه دیگه منو کتک بزنه. به من گفتش که یه روز گفت بعد بری از این واسه من 1 میلیون تومن پول بگیری. گفتم من 1 میلیون تومن پول برای چی برم بگم؟ بلد نیستم کجاست. خب مطلبش آدرسش رو بهت می‌نویسم باید باشی بری. یعنی یک کاری رو که میگو باید بکنم باید انجام میدم و الان یا من کتک میخوردم یا بچه ها. خب برو بگو واسه خودم میخوام. اصلا شوهرم هم اطلاع نداره. بعد یواش یواش بهت پس میدم. گفتم اون به من نمیگه تو از کجا میاری این پولو پس میدی. گفت تو بلند شو برو. آدرسه رو برام نوشت پاشدم رفتم. اون موقع 25 سالم بود. پاشدم رفتم همینجوری پرسیدم تا مطبش رو پیدا کردم. رفتم بودم که مثلا یه تومن من پول میخوام و اینا. گفتش که شما هم میخوانی شوهرتون اطلاع نداشت باشم، نه چک داری نه سفته ایچی. من یه همچین پولی رو نمیتونم به شما بدم. بعد دوباره برگشت گفت حالا دکتر 75 سالش بود. شما اگه میخواین با من دوست بشین من این 1 میلیون تومن پول به شما بدم. ولی دیگه از اتون پس بردم. گفتم بعد گفتش که فکراتون رو بکنین بعد زنگ بزنین به من جواب بدین. از اونجا من گریه کردم گفتم باشه. تا اومدم خونه. یعنی زمانی که اومدم خونه بهش گفتم گفت نه دکتر بعدی همچین حرفی رو نمیزنم. بذار من میرم با چاقو شکمش رو پاره میکنم. زمانی که رفت میشه از پای بساط رو زن یادش رفت من یه همچین حرفی رو زدم. بعد بهش گفتم طلاق میخوام نمیتونم باید زندگی کنم. گفت باشه مثلا این اینکه خیلی کتکم میزد. هم خودم هم بچه همو خیلی کتک میزد. این دخترمو کتک میزد. خودمو کتک میزد. پسرمو کتک میزد. بعد اینکه هرچی هم به خانواده هم میگفتم اصلا خانواده هم گوش نمیدادن. همش میگفتن که خب دیگه باید زندگی کنی. حتی بارها به خانواده بودم میخوام طلاق بگیرم گفتم که بچه ها تو مگه اینی که بهش بدی که بزن این جدا بشی. من هم خب بچه هم به خاطر یه دوست داشتم اصلا دوست نداشتم بچه هم ازم جدا شدن. خودم از 12 سالگی باشون بزرگ شده بودم. در این بخش از برنامه همکارم آرش مصاحبه‌ای داشته با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که نقض حقوق بشر و افزایش اعدام‌ها در ایران را بررسی کردند. سلام می‌کنم به شما آقای نایب هاشم و به برنامه نقض اعدام خوش آمدید. من هم سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان برنامه شما در خدمتتون هستم. بفرمایید. آقای نایب هاشم به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که طبق آماری که خود جمهوری اسلامی داده تو سال جاری میلادی 350 نفر رو اعدام کردن. این آماری است که خود جمهوری اسلامی داده. با توجه به این روند رو به صعود اعدام ها شما تفاوت شما روند این اعدام ها رو در مقایسه با اعدام های سالهای گذشته چجوری میبینید؟ البته میدونید که جمهوری اسلامی خودش آمار رو نمیده بلکه بخشی از این مسائل رو خب در سایت‌های مختلفی که هست درج میکنه و آمار رو معمولاً مدافعان حقوق بشر هست که میگیرن و میدونید که در واقع اطلاعی مشترکی رو آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران و آقای کریستوف هینز گزارشگر مربوط به اعدام‌های فراقانونی خودسرانه و سریع داده بودن و این در اون گزارش 340 نفر رو اعلام کرده بودن تا ماه گذشته که این رقم شاید حدود 100 نفر دیگه بالا رفته باشه تا این لحظه. یعنی ما در این 5 ماه اول سال میلادی جاری حدود 450 اعدام داشته باشیم و اگه این روند پیش بره انتظار این هستش که در امسال در یک سال به حدود 1000 اعدام برسیم و چه بسا از رقم 1000 اعدام فراتر بریم. که این رکوردی هستش و میدونید که در سال گذشته 750 اعدام بوده که اون هم رکورد بوده در ایران.
به هر حال شرایط به این صورت است. متاسفانه تمام شواهد تا این لحظه نشان دهنده اینه که این روند ادامه پیدا خواهد کرد. دستگاه قضاییه به شدت تصمیم داره که این روند رو ادامه بده و مانعی هم در مقابلش نیست و حتی گاهی اوقات ممکنه که مقاماتی از دولت جمهوری اسلامی که با قوه قضاییه ظاهرا اختلاف نظری دارن، بعضی از اون مقامات حتی سعی میکنن که در واقع نه تنها توجیه بکنن بلکه خواهان این بشن که در این مورد سختگیری بیشتری نشون بده قوه قضاییه. متاسفانه با شرایط خیلی دشواری از این نظر مواجه هستیم و امیدواریم هر چه زودتر این روند خاتمه پیدا بکنه و به هر حال ما در 7 ماه آتی سال جاری میلادی با این مشکلات مواجه نباشیم. بله درسته. طبق آمارایی که اومده 13 نفر از کسایی که اعدام شدن زیر 18 سال بودن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، آیا به مجامع بین المللی پاسخگو نیست در رابطه با این اعدام های کودکان زیر سن، یعنی نوجوانان زیر سن؟ بله، این آماری هستش که سال گذشته میلادی آقای احمد شهید ارائه داده در رابطه با میزان اعدام ها در سال 2014. مطابق کنوانسیون حقوق کودک، کودک 18 سال حساب میشه و در رابطه با مسئله اعدام تمام حقوقدانان بین المللی تاکید بر این دارن که اعدام اگر هم در بعضی کشورها هنوز جاری هست، که میدونید تعداد کمی از کشورها در دنیا هستن که اعدام در اونها جاری هست، اونها هم به هر حال باید برای کسانی که اون جرم رو در زمانی کمتر از 18 سال مرتکب شده باشند این حکم رو جاری نکنن و به هر حال همچین حکمی لغو بشه. متاسفانه تلقی که جمهوری اسلامی از این موضوع داره یا سعی میکنه ارائه بده، به رغم صراحتی که تمام ارگان‌های بین المللی از جمله کمیسیون حقوق کودک، کمیته حقوق کودک داره، بر این هستش که معتقده که در سن کمتر از 18 سال کسی رو اعدام نمی‌کنه، بلکه چند سال شکنجه رو به اون کودک تحمیل می‌کنه تا سن اون از 18 سال بگذره و بعد از اون اعدام بکنه. این قابل پذیرش نیست برای محافل بین المللی. تأکید اونها بر این هستش که فرد در زمانی که جرمی رو مرتکب میشه باید کمتر از 18 سال، اگر کمتر از 18 سال داشته باشه، به هیچ وجه حکم اعدام جاری نشه. این سفسطه رو ادامه میدن. ما به زودی در ماه ژوئن در واقع اولین نشست بررسی گزارش جمهوری اسلامی در رابطه با کمیته حقوق کودک رو داریم و قابل انتظار هستش که مدافعان حقوق بشر از جمله ما که اونجا حضور خواهیم داشت در این رابطه صحبت بکنن و باز هم تاکید بکنن که چگونه از مفاد کنوانسیون حقوق بشر تفره میره جمهوری اسلامی با یک در واقع تحفظ عمومی که گفته که به شرط اینکه مغایر اسلام نباشه. ولی میدونیم که باید وقتی یک کشور کنوانسیونی رو تایید میکنه حتما باید اگر هم راجع به بعضی از موضوعات از اصل تحفظ به اصطلاح استفاده میکنه به شکلی نباشه که مضمون اون کنوانسیون رو خدشه‌دار بکنه و متاسفانه جمهوری اسلامی در این رابطه هم به هر حال یک ترفندی رو به کار میداره که باز هم قابل پذیرش محافل بین المللی نیست. تو این زمینه دولت ها و مجامع بین المللی اعتراضی کردن به جمهوری اسلامی بابت اعدام افراد زیر سن؟ ولی به طور مداوم این اعتراض صورت میگیره، در تمام جلسات شورای حقوق بشر این اعتراض صورت میگیره، در مجمع عمومی سازمان ملل کمیته سومش که مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه هست این امر صورت میگیره، در تمام هر جا که به هر حال پرونده جمهوری اسلامی بررسی بشه از جمله بررسی ادواری جهانی دفعه گذشته این مسئله هست، در تمام گزارش های آقای احمد شهید و آقای بنکیمون دبیرکل سازمان ملل راجع به وضعیت حقوق بشر ایران هست، مدام این اعتراضات صورت میگیره. ولیکن فعلا کماکان جمهوری اسلامی تفره رفته از اون نص صریح معاهداتی که خودش هم قبول کرده و به هر حال همونجوری گفتم سعی کرده با بازی با کلمات یا با تفسیر به رأی خودش
سعی بکنه که در واقع این روند نقض حقوق بشر رو ادامه بده. بعد ببینید بعد از توافقات هسته‌ای شدت این سرکوب‌ها و اعدام‌ها و نقض حقوق بشر تو ایران خیلی زیاد شد از سمت جمهوری اسلامی. به نظر شما رابطه ای است بین این تفاهم هسته‌ای و سرکوب‌ها؟ دقیقاً رابطه کاملا مستقیمی هست. میدونید که خب جمهوری اسلامی در دنیا خب با سه موضوع مواجه هست، یکی همین موضوع پرونده هسته‌ایه که خب صلح و امنیت جهانی رو خدشه دار میکنه، لطمه میزنه، یکی مسائل دخالت های در واقع بیموردش در منطقه هست که خب در حد در سطح منطقه برحال نارامی های رو عملا به وجود آورده و باعث تشدید استکاک در منطقه شده، و یکی مسئله پرونده حقوق بشریش هست. و مسئله پرونده حقوق بشری به چه شکلی هستش که خب اون چیزی که مردم ایران باش مواجه هستن بیشتر موضوع داخلی هست، مسئله حقوق بشر هست، و از اون جایی که به هر حال این عقب نشینی هایی که در عرصه هایی که خب سالهای سال صدها میلیارد در واقع دلار منابع ملی به باد رفته بر مبنای یک خواستی که به هر حال نتیجه نداشته، خب مسلمه که باعث اعتراض مردم میشه، و برای اینکه این اعتراض ها ارتقا پیدا نکنه جمهوری اسلامی سعی میکنه که سرکوب ها رو افزایش بده، جو ارعابی رو به وجود بیاره که با یک اعتراض عمومی مواجه نشه، و از این سو کاملا این ارتباط مستقیم وجود داره. ما دیدیم موقعی که به هر حال مجبور شد بپذیره جنگ ایران و خاتمه جنگ ایران و عراق، برنامه ریزی که از قبل کرده بودن به ثمر رسوندن و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی رو در زندان های جمهوری اسلامی کشتن در سال 67. حالا خوشبختانه شرایط به اون صورتی نیستش که به اون صورت در واقع در مدت کوتاهی حرکت بکنن، ولی کن خب این اعدام های اخیر که حالا هرچند در مورد زندانیان عادی عمدتن هست، ولی کن تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو هم شامل میشه، از جمله این که در سال جدید حداقل 6 زندانی سیاسی عقیدتی رو کشتن. برای وقتی که شرایط رو به این صورت میبینه، بنابراین سعی میکنه به این شکل مقابله بکنه، و باز هم امیدواریم که در این مورد مجموعه مدافعان حقوق بشر در اون حد از توان و امکان داشته باشن که جلوی تداوم این کار رو بگیرن. بله، لطف کنید بفرمایید که برای بهتر شدن این وضعیت، برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر تو ایران چه اقداماتی میشه انجام داد؟ خب میدونید حقوق بشر میتونه فصل مشترک تمام کسانی باشه که برای آزادی و برای آینده بهتر در ایران کوشش میکنند، و میتونه جمع کثیری از مردم ایران رو شامل بشه. در وهله اول اینه که به هر حال هرچه بیشتر آموزش حقوق بشر رو خودی بکنن، در بپذیرن، وقتی هرچه بیشتر در واقع آشنا بشن، مطالعه بکنن اسناد حقوق بشر رو، در رفتار اجتماعیشون، در رفتار شخصیشون تأثیر میگذاره، و به هر حال همه اینها زمینه ساز این هستش که برخورد منطقی تر و متعادل تری رو با قضایا بکنن، و به هر حال خشونت در جامعه که متاسفانه بسیار زیاد شده میتونه در این راستا به هر حال کمتر بشه، و به هر حال کنترل جامعه توسط نهادهای مدنی هرچه بیشتر شکل بگیره. تقاضای من این هستش که هرچی بیشتر هر کدوم از ما خودمون رو سعی بکنیم یک مدافع حقوق بشر بدانیم، در این راستا کوشش بکنیم، آموزش های لازمه رو ببینیم، و این آموزش ها رو ترویج بکنیم، در دل جامعه ببریم، و مسلماً وقتی یک جامعه آموزش حقوق بشری درش در تمام ارگانهاش جاری باشه، امکان این که نقض حقوق بشر کاهش پیدا بکنه مدام رو به این کاهش، یعنی کاهش نقض حقوق بشر هرچه بیشتر در واقع دیده میشه در جامعه. در این راستا باید حرکت کرد، و امیدوارم که ما، من و شما و همه ما در واقع کوششگر این حرکت باشیم. بله، ممنون از توضیحاتتون آقای نایب هاشم، و ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. خواهش میکنم، منم خوشحال شدم که با هم صحبت کردم. براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. به همچنین، موفق باشید.
مرسی که با ما بودید. شماره تماس و آدرس ایمیل پایین صفحه هست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. من آرزو به همراه همکارم محمود پاکدل اتاق فرمان هفته خوش رو براتون آرزو می‌کنم.